نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله، یا محمد یا شفیع الله، یا محمد یا رسول الله. ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله، یا محمد یا شفیع الله، یا محمد ی دیدار هر کسی به قیامت، لیلة الاسرا شب وصال محمد، لیلة الاسرا شب وصال محمد. چشم مرا تا به خواب دید جمالش، خواب نمیگیرد از خیال محمد، خواب نمیگیرد از خیال محمد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله. با نام خدا. یکی از چیزهای خیلی مهم و بزرگی که رسول الله علیه السلام بسیار به اون اهمیت میدادند و مورد توجه خاص رسول الله علیه السلام بود، مساجد بود. اهمیت ویژه‌ای داشت مسجد در نزد رسول اکرم علیه السلام. بنای مسجد، ارزیدن در حضور مساجد از جمله قضایایی بود که رسول الله بسیار بسیار اون مورد توجه قرار داده بود و احادیث زیادی در بحث فضیلت مسجد و رفتن به مسجد و نماز خوندن در مسجد وارد شده است. تا جایی که اولین کاری که رسول الله علیه السلام انجام دادن بعد از ورودشون به مدینه بنای مسجد بود. مسجد رسول الله علیه السلام که امروز معروف است و شما میدانید، این اولین مسجدی است که در اسلام بعد از ورود رسول الله علیه السلام به مدینه این رو بنا کردند. و در باب فضیلت مسجد هم روایت های بسیار زیادی است که پیامبر فرمود: الا ادلکم ما یحط به الخطایا و یرفع به الدرجات؟ قالوا بلا یا رسول الله. به صحابه گفت که بهتون خبر بدم که در مورد چیزی که خطاهای شما به وسیله اون بخشیده می شود، پاک می شود خطاها و گناهاتون و درجاتتون رفعت می یابد و منزلتتون بالاتر می رود نزد خداوند در روز قیامت. گفتن: ای رسول اکرم، به ما بگو که این چی است. پیام نیستیم که جواز باشه برای اینکه مسجد نری، یعنی اجر ثوابی را از دست می دی، ممنوع می شی از ورود مسجد. و این هم از جمله آداب مهم مسجد است. انسان وقتی که قرار معطر بره داخل مسجد، باید حتما از این مواد غذایی هم استفاده نکنه به اون شیوه، یا اگر استفاده میکنه مقدار بسیار کمی که بوی بد اون دیگران رو آزار نده، و یا بعد از نماز عشاء استفاده این مواد غذایی رو مصرف کنه که تا نماز فجر بوی اون رفته باشه. و شاید جز آداب مهم دیگری که باید در اون پرداخت، بحث اعتکاف در مساجد هست و در مسجد اعتکاف کردن سنت هست. از سنت های مهم اعتکاف در مسجد هست و این اعتکاف هم در واقع مسائل مختلفی درش هست. یکی اینکه آیا باید حتما در مسجد جامع باشه؟ من آسانترین قول رو، قول امام شافعی و قول امام احمد هست رو میگم: در همه مساجد میشه، در غیر رمضان هم میشه، روزه هم نباشی میتونی، برای چندین لحظه کوتاه هم باشه میتونید اعتکاف کنید. مهم این انسان با نیت اعتکاف بشینه و هدف از اعتکاف هم این هست که انسان خودش رو کلن تفریغ بکنه، خودش رو فارغ کنه از هر کاری برای انجام
عبادت اعتکاف. ما این گونه به پایان برنامه امروز رسیدیم و اگر این کار رو انجام بدیم، اگر این عبادت رو انجام بدیم، این گونه به مسجد بریم و این آدابش رو رعایت کنیم، تبعیت کردیم از رسول الله علیه الصلاه و السلام. ما باید در پی مصطفی علیه الصلاه و السلام روان باشیم و هدایت انسان، نجات انسان هم در همین است. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله، یا محمد یا شفیع الله، یا محمد یا رسول الله. ماه فروماند از جمال محمد، سرو نباشد به تدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله، یا محمد یا شفیع الله، یا محمد دیدار هر کسی به قیامت. لیلة الاسراء شب وصال محمد، لیلة الاسراء شب وصال محمد. چشم مرا تا به خواب دید جمالش، خواب نمیگیرد از خیال محمد، خواب نمیگیرد از خیال محمد. یا محمد یا نبی.